درگیری شدید نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در پوجاوه ولایت پنجشیر. محمد اشرف غنی نظر به قانون اساسی کشور فعلا رئیس جمهور افغانستان هستم. بینندگان گرامی درود بر شما. باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. غنی بنا به قانون اساسی افغانستان رئیس جمهورم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اولین مصاحبه رو در رو یک سال پس از گریختن از کابل در موضوعات برای اولین بار با صراحت اظهار نظر کرده است. آقای غنی پس از یک سال زندگی در تبعید در این گفتگوی خود با رسانه های تازه تأسیس شده EBD گفته است که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور کشور هستم. تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی قدرت را به کس دیگری واگذار کنند رئیس جمهورم. خادم مردم بودم و هیچ وقت متکی به القاب نبودم. او در این مصاحبه با داوود جنبش در حالی که پرچم سه رنگ افغانستان در پشت سرش قرار دارد تأکید میکند که پیرو هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و ملا عمر رهبر پیشین طالبان نیست و به گفته خودش با آنها اقتدا ندارم. آقای غنی دیدگاه انتقادی خود در مورد روند صلح که زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه امریکا مدیریت کرد مطرح کرده و آن را بنا به معیارهای بین المللی فاجعه خواند. او گفت به این شکل که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین المللی به دست آمدن پیمانهای صلح فاجعه است. او آقای خلیلزاد را متهم کرد که با طرحها و کارهای خود همه قشر سیاسی افغانستان را تقسیم و پراگنده کرده بود. مشکل آقای خلیلزاد همراه با من این بود که افغان و مسلمان بودم و او خلیلزاد از افغانیت خود هم انکار کرده و از هویت خود هم. آقای غنی در این مصاحبه همچنین عبدالله عبدالله رئیس وقت شورای عالی مصالحه ملی نیز مسئول عدم تحکیم جمهوریت نامید. آقایان عبدالله و خلیلزاد اکنون در مورد اظهارات آقای غنی واکنش نشان ندادند. در مورد روند سقوط کابل نیز آقای غنی گفت که نکته کلیدی این بود که آیا جمهوریت را به جبر تسلیم می دهیم؟ 19 اسد 1401 بی بی سی. از سوی دیگر عبدالحسیب نبرد در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد همین اکنون نبرد شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در قریه پوجاوه ولسوالی دره جریان دارد. دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند. حمله تیاره‌های بدون سرنشین نیز حقیقت ندارد. تا فعلا 8 تن از طالبان به هلاکت رسیده است. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.